برنامه سازان، میهمانان و کلیه شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند. من دکتر جواد نفیسی هستم و بنا به دعوت تلویزیون تایم تیوی هر هفته در خدمت شما بینندگان عزیز در مورد درد دل روان صحبت می شب شما خوش. زمن ارز سلام خدمت بینندگان گرامی من دکتر جواد نفیسی هستم و در برنامه درد دل روان که هر دوشنبه ساعت هفت خدمت بینندگان گرامی هستم امروزه میخوام در مورد آنچه هفته پیش شروع کردیم دوشنبه پیش که رفتیم در اتاق درمان و دیدیم که جلسه درمانی چجوری با درمانجو شروع شد با یک سال سرباز که اشکال به نظر چی میاد و ایشون اول یه زخم زبونی زدن و گفتن شما مگه به اشکال احتیاج دارید بعد ادامه دادن که نسبت به مادرشون عصبانیت زیادی دارن و بعد از اونجا جلسه پیش رفت که ببینیم این عصبانیت چجوری حس میکنن نسبت به مادرشون در درونشون و ایشون مکانیسم های دفاعی رو یکی بعد از دیگری به سطح اومد به توجه ایشون آوردیم و دیدیم که در ایشون تنشن بالا رفت استراب بالا رفت و بالاخره به یه جایی رسید که ایشون اعتراف کردن که قسمت بالای بدنشون تنشن داره ولی هنوز ما نمی بینیم که این احساس عصبانیت و نسبت به من توی جلسه چون احساس منتقل شد به طرف من چجوری جسما حس میکنن و من دنباله جلسه رو ادامه میدم و اونجا تا اون جمله ما پیش رفتیم که فیشون فرمودن I am not uncomfortable about it I know I am experiencing a little bit of tension ایشون میفرماین من ناراحت نیستم من میدانم که کمی تنشنز انقباض ازولانی حس میکنم ببینید ایشون دو تا چیز منفی میگن من ناراحت نیستم که آن چیزی که میخوان بگن این که من راحتم ولی این قسمت ناآگاه هیچ موقع به صورت نگیتینگ صحبت نمیکنه هیچ موقع نمیگه من ناراحت نیستم اون چیزی اون پیغومی که داره اینجا میاد اینه که به علت فشاری که من روی مکانیسم های دفاعی ایشون گذاشتم ایاتون باشه گفت من طبیعیم I feel normal که من به توجهشون آوردم که این معنی نداره و چیزی نمیگه که چی حس میکنن در درون و حالا میگن من ناراحت نیستم که در حقیقت پیغومی که دارم میدن این که تنشنشون داره میره بالا و اصلا راحت نیستن بلت اون تنشن بعد من از ایشون پرسیدم که این تنشن رو کجا حس میکنن گفتن در قسمت بالای بدن و توی بازوهاشون و در ما متوجه شدیم که اون مسلسی که به اسم مسلس تضاد من برای شما توضیح دادم در کار در قسمت پایین در بطن روان در اون قسمت زل پایینیش تحتانیش احساساتی به حرکت افتاده در نتیجه استراب رفته بالا تنشن رفته بالا و در نتیجه یک مقدار مکانیسم های دفاعی به حرکت افتاد که این تنشن بیاره پایین من جلوی این مکانیسم های دفاعی رو گرفتم در الان تنشن داره همینجوری هی میره بالاتر و بالاتر و من از ایشون میپرسم به, ج... به... به اضافه این قسمت بالای بدن و بازوهاتون دیگه کجا این تنشن رو حس میکنید ایشون میگه این مای چست که من به توجه شما آوردم که این ازولات بین دنده منقبض میشن با تنشن فضای داخل قفسه سینه به علت این انقباز کوچیک میشه شش ها نمیتونن باز و بسته بشن به راحتی و بنز کافی اکسیژن بیارن در نتیجه اینجور افراد خیلی زود هی hey, نفس عمیق میکشن و آه میکشن بعد من میپرسم میگم آیا چیز دیگه هم حس میکنید ایشون میگه I am not aware of anything else ببینید این جمله این که من آگاه نیستم از جای دیگری مهم از این جهت که حالا درمانجو داره آگاه میشه که چیزهایی ممکنه در درونش باشه که خودش آگاه نیست و این موضوع رو قبول کرد من میپرسم ازش که anything else you feel toward me in آیا حس دیگری هم هست احساس شما خشم است به طرف من ایشون میگه that is what I said. این همون است که من گفتم من میپرسم But what are you experiencing in is and من میگم ولی آنچه که شما گفتید تا الان همش تنشن و استراب بوده ببینید این زاویه رو من دارم به توجه درمانجو میارم اون انزایتی و تنشنه در صورت که احساسی که ایشون میگه داره احساس عصبانیت و خشمه در نتیجه سوال من اینه که من دارم از شما میپرسم که خشم رو چجوری حس میکنید شما دارین به من میگین تنشن رو چجوری حس میکنید من میخوام ببینم اون تو چه خبره اون خشم رو چجوری حس میکنید ایشون میگه بله من میگم من حالا توضیح میدم برای ایشون میگم You see this feeling in your hand is not anger, in tension. This tension is tension in the muscle of your arms is not anger. That is tension. Now you are telling me beneath this tension is anger. من به درمانجو میگم آنچه در دستتون حس میکنید خشم نیست این تنشن و استرابه که در ازولات بازو حس میکنید نه خشم این تفکیکه احساس و غرائز و خشم با استراب خیلی مهمه تقریبا تمام بیمارانی که وارد جلسه میشن این دوتا رو با هم قاطی کردن و فرق اینها رو نمیدونن در نتیجه خیلی مهمه که روانکاب این دوتا رو برای درمانجو روشن بکنه و تفکیک بکنه که اینا با هم فرق دارن ایشون میفرمایند بله من میگم سو ها اکسپیرینس می من ازش میپرسم میگم پس اون خشم و چجوری به طرف من حس میکنی ایشون حالا به قله احساسیشون رسیده یعنی احساسه حالا داره میاد به سطح حرکاتش میبینیم که آمادگی به حس اون احساس داره و با صدای خیلی بلندی میگه Like we are going around in circle و با صدای بلند میگن چرا ما دور خودمون داریم چرخ میزنیم من به ایشون میگم بله ولی بعدش چه خبره بعد چی حس میکنید ایشون با اینکه صداشون به حد اکثر میره بالا میفرماین I don't know. Maybe it is because I am angry all the time and I don't notice any difference. Did you think of that? ایشون تقریبا جیغ میزنه میگه با صدای خیلی بلند میگه شاید چون من همیشه خشمگین هستم من فرق آن را نمیدانم هیچ موقع این فکر را کرده اید که من فرق آن را نمیدانم من جواب میدم بله But if you put this anger out toward me right now What is it like? من بهشون میگم که اگر این که این خشمو بذارید بیرون بیاد بیاد به سطح به طرف من چطور اونو در درونتون حس میکنید؟ ایشون میفرماین It is not anger It is frustration or anger I don't know what the hell it is i started to feel a little bit of emptiness and a little bit of strange feeling in my stomach من ترجمه کردم این رو که این خشم نیست این عصبانیت یا خشم است من نمیدانم چه جهنمی است من شروع کردم یک احساس خالی شدن در شکمم شکمم که یک احساس عجیبی است حس بکنم در شکمم و ایشون ادامه میدن that is probably tension and anxiety too شاید آن هم استراب است که حقیقت اون هم emptiness خالی شدن توی مدهشون توی شکمشون یه علامه دیگه یه استرابه و من میگم exactly so then are you telling me that all you can experience is anxiety and tension من میگم دقیقا پس شما دارید به من میگویید که تنها چیزی که حس میکنید تنشن و استراب است ایشون میگن I don't know نمیدونم من جواب میدم but so far we haven't seen anything about all the anger you have been talking about you have been telling me how much rage you have inside you how much revenge how much anger and frustration you have inside you but all you are showing me And من بهشون گفتم تا حالا من هیچی راجع به این همه خشمی که شما صحبتش میکردید ندیدم اون همه خشمی که میگفتید در درون دارید من هیچی ندیدم شما گفتید که یک عالمه عصبانی هستید و میخوایید انتقام بگیرید ولی فقط ما استراب دیدیم و تنش و بست ایشان سکوت میکنه من ادامه میدم So what are we going to do about it? پس حالا ما چی کار باید بکنیم؟ ایشون میگویند. Well it means that I am either holding back or I am not as angry as I thought I was when I walked in here. ایشون میگویند. خب پس یا من خشبی نیستم یا اینکه در توی خودم نگه داشتم. ببینید بازم این یه مکانیسم دفاعیه حالا میخواد به صلاح در بره میگه شاید اصلا من خشم میخواد پس بگیره حرفشو ببینید این مکانیسم های دفاعی خیلی مهمه که شما آشنا بشید باش. من بهشون میگم یا yeah, but if you are honest with yourself which one is it ببینید من میرم از نیروهای پیمان درمانی همکار من کمک میگیرم میگم اگه صادق باشید با خودتون ولی اگر با خودتون صادق باشید کدام است ایشون شروع میکنن خندیدن من میگم نا no you are laughing what is so funny about that ببینید این خنده هم یه مکانیسم دفاعیه من بهشون میگم که این خنده، آیا این موضوع خنده داره یا اینکه اینم یه طریقه دیگه یکی یو... که شما کاوراب میکنید روش رو میپوشونید ایشون میفرماین I don't know نمیدانم من میگم Is it that you are holding it back or you don't have any anger and rage which is it ببینید حالا من نمیذارم که از زیر سوال دره میگم یا اینکه در درونتون خشم دارید یا اینکه شما توتون نگردشی نمیذارید بیاد بیرون کدومشه ما باید بدونیم آیا خشم را در درون نگه داشتید یا اصلا خشم ندارید ایشون یک نفس عمیق میکشن میگن من میگم "نا پوف از نات گوین تو help می یو نو وات ای مین من میگم این پوف کردن شما به ما کمک نمیکنه متوجه هستید منظورم چیه ایشون میگن ایت هلپس می به من کمک میکنه من میگم یا yeah, آی understand ایت helps یو you with your انزایتی بات دازنت هلپ می تو سی ها یو اکسپیرینس یور انگر نا یو are sitting دیر بیهیند ا وال That is not going to help us either. Let's go on. من گفتم بله من متوجه هستم که به استراب شما کمک میکنه برای اینکه گفتم نفس عمیق میکشه که اون اکسیژن بیشتری بره تو چون قفس سینهش منقبض شده بوده گفتم بله متوجه هستم که به استراب شما کمک میکنه ولی کمک نمیکنه که ببینیم که این خشم در در رو در درونتون چه جوری حس میکنید ایشون میگن I am not making eye contact میگن که من تماس چشمی،, چشمی, با شما برقرار نمی کنم همینجور که این احساسات به حرکت افتاد یه مکانیسم دفاعی که ایشون نشون دادن اینکه از چشم من دوری میکردن و چشم در چشم با من نمی شدن. و ایشون خودشون اینو آگاه شدن حالا ببینید قبلا ایشون تو چشم کسی نگاه نمی کرد ولی اصلا آگاه نبود این یه نوع زندگی بود براش ببینید یه حالت سازگاری پیدا شده بود با این دوری از نگاه به چشم دیگران ولی الان داره آگاه میشه که به چشم من نگاه نمیکنی و میگه بله I am very much aware of that من کاملا آگاه هستم پس ببینید داره از مکانیسم های دفاعی که خدمتون عرض کردم داره آگاه میشه من میگم با دن let's go and see what is behind the wall? What is behind the wall there that you managed to hold in all these years? حالا خواهیم ببینیم پشت اون دیوار چه خبره که این همه سال شما قایمش کردید ایشون میفرماین خوب اوکی من میگم So could you let me and you together look at What is inside you? آیا اجازه می دهید که من و شما ببینیم با همدیگه در توی شما چه خبر است؟ ایشون می با صدای بلند Want an, answer, want an honest answer? آیا از من جواب صادقانه می خواهید؟ من میگم بله میگه نمی خواهم این کارو بکنم من ازشون می پرسم می گم که What does that mean? منظورتان از نه چیست برای اینکه اگر اینکه نمیخواید همکاری کنید و نمیخواید اون احساسات رو بذارید بیاد به سطح پس تو این مطلب اومدین برای چی کاری از دست من بر نمیاد ایشون میفرمایند it scares me i am not about to sum it up right now من وحشت دارم و نمیخوام بیارم آن را به سطح الان من میگم it scares you and then what من میگم وحشت دارید و بعد چی؟ ایشون میفرماین I am not about to dig it up right now همین الان من نمیخواهم بکنم و بیارمش به سط What do you mean by right now? با همین الان منظور شما چیست؟ ایشون میفرماین Right here and at this moment همین الان و در این دقیقه من میگم شما میگید میخوام آگاه باشه که چی داره به من میگه داره کاملا لجبازی میکنه کل شقی میکنه و با یه سماجتی داره میگه من نمیخوام این احساس بیاد به, به, به سطح ببینید مکانیسم های دفاعی که گفتم یکی بعد از دیگری اومد ولی این یکی از خرابکارانه ترین و مضرترین مکانیسم های دفاعیه این حالت لجبازی و کل ایشون ایشون میفرماید و میفهمیم چرا خودشون هم گفتم گفتم برای اینکه ترس دارم از اینکه ببینم این خشم چطوره یعنی یه قسمت ایشون وحشت داره که از اون قسمت خشمین خودش آگاه بشه ایشون میفرمایند my anger scares me when i get into a rage like that it scares me وقتی من چنین خشمین میشوم وحشت دارم من میگم can we look into it and see what are you scared of حالا من متوجه شدم یک قسمت این دیوار بین من ایشون وحشتشونه ترسشونه و من به ایشون میگم که میتونیم نگاه کنیم و ببینیم از چی وحشت دارید وحشتتون از چیه ایشون میفرماین I can talk about it but if what you are asking me is to is can I get myself into that feeling of anger, no because i don't enjoy میتونم درباره صحبت کنم ولی اگر سوال شما این است که من داوطلبانه آن را حس کنم نه چون خوشم نمی آید این جمله خیلی خیلی مهمه برای اینکه یک کلی اطلاعات به من داد اینجا اولا اگه یادتون باشه اولش گفت که من نمیخواستم بیام اینجا مادرم به من گفت اگر نری من خودم میکشم و به سرار غیر داوطلبانه اومدن پیش من اینجا میگن اگر این که شما میخواین من داوطلبانه به شما بگم این خشمم ما چجوری حس میکنم من نمیگم بهتون در اینچه پیغومی که اومده از ناخداگاه مثل یه ایمیل برای من فرستاده که الان در این مرحله این داوطلبانه به نمیاد به تو کمک کنه و باید فشار و چالش رو همینجوری ادامه بدید و در ضمن میگه چون خوشم نمیاد ببینید پس نشون میده که ایشون اومده توی اتاق درمان برای خوش آمدن و هر چیزی خوشش نمیاد نمیخواد انجام بده در زمینشون فرمودن که من میتونم راجع بهش صحبت کنم ولی اگه میخواین لمسش کنم حسش کنم من این کاره نمی کنم پس میبینید خیلی خیلی متاسفانه از این گروه درمانجوهایی که میان توی مطب میخوان فقط صحبت کنن راجع بهش نمیخوان حسش بکنن صحبت کردن راحته ما راجع به همه چیز میتونیم صحبت کنیم ولی موقعی میاد که ما باید اینه حسش کنیم لمسش کنیم در درونمون اون موقع فرار میکنه و متاسفانه یک عده از درمانگران هم به صحبت کردن اکتفا میکنن یعنی از این مرحله جلوتر نمیرن من بهشون میگم که بله ولی بله, بله با Yeah, but you say you are scared of it. You are not here to enjoy it. You are here to do what you said is your goal. Remember that? من بهشون میگم که شما میگید که میترسید شما اینجا نیامدید برای لذت بردن ما اینجا هستیم که به, شما کمک کنیم که به هدف خودتان برسید یادتون میاید اینو گفتید این کاری که من الان دارم میکنم دارم یک بازسازی در درون روان میکنم از ری مثل یه خونه ای که شما باید یه قسمت رو خراب بکنید و از اول شروع کنید بسازید تا اینجا ایشون با همون مکانیسم که قبلا داشتن که خیلی خود خرابکارانه بوده کار میکردن این باسازی روان با تفکیک قسمت تحتانی و مسلسه که خشم است و قسمت بالا که استراب و مکانیسم های دفاعی هستند اینو به کررات ما باید انجام بدیم به هر مرتبه که من میخواستم انجام بدم ایشون از زیر سوال در رفتن ولی الان دیگه درمانجو آگاهه که مادام که با من درگیره باید چشم در چشم باشه و دوری نکنه از چشم من و اون مشخصات شخصیتی که خود خراب کارانه بود و خیلی براش همساز و سینتانیک بود و کاملا غیر ارادی بود اونا در حال عوض شدن هستند و دیوار مقاومت بر ضد نازد... نزدیکی عاطفی هم داره یواش یواش میاد پایین و اون آگاه که باید از خودش بیشتر مایه بذاره و با صد درصد وجودش با من کار کنه که ما بتونیم این دیوار رو بشکنیم ما این جلسه اولیه که من این درمانجوری دیدم و همینجور اینو هر جلسه ادامه میدیم تا بینندگان گرامی ببینن چجوری این دیوارا شکسته میشه چجوری قسمت ناآگاه به قسمت آگاه میاد و چجوری ما بالاخره اون چیزی رو که یک عمر مدفون کرده بودیم برای اولین بار در درون خودمون میبینیم که این قسمت خیلی آسیبزا و سرنوشت سازه برای کسانی که آگاهی از این قسمت ندارن در اینجا من شما بینندگان گرامی رو به خدا میسپارم روز شب خوشی داشته باشید و تا دوشنبه دیگه ساعت هفت شب که مجددا شما رو خواهم دید من دکتر جواد نفیسی هستم و بنا به دعوت تلویزیون تایم تیوی هر هفته در خدمت شما بینندگان عزیز در مورد درد دل روان صحبت میکنم شب شما خوش برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند